آغاز به کار جشن سینمای ایران در سالن بیلی وایلدر در لس آنجلس. ارائه ای از آرشیو فیلم و تلویزیون دانشگاه UCLA با همکاری بنیاد غیرانتفاعی فرهنگ. نمایش آثار برگزیده ای از سینمای مستقل ایران برای تماشاگرانی که فرسنگ ها دورتر از خانه برای از میان برداشتن شکاف های فرهنگی می کوشند. بیش از 30 ساله که ما در UCLA این برنامه را برگزار می کنیم. سینمای غیر حکومتی ایران به جایگاه فوق‌العاده‌ای رسیده و ما هر سال بیش از پیش از دستاورد سینماگران ایرانی شگفت زده می شیم. یه اوکیژن خیلی خوبیه که بهترین فیلم‌های ایران و خارج از ایران بتونیم در لس آنجلس اکران بکنیم. خیلی از این فیلم‌ها حتی تو ایران هم اکران نمیشن و تو این سریز فقط تنها وقتی که میتونن اکران بشن در آمریکا. امشب شب اول فیلم با فیلم جونم شروع میکنیم از خانم سیرا اوریک که یه داکیومنتری هست و در طول این سه هفته فیلم های مختلف داریم و همشون برای اولین بار اکران میشن اینجا در لس آنجلس. تا تابستان فیلم مستند جونم در افتتاحیه این جشنواره به تاریخچه ای از تجربه های گاه ژرف و دردناک فیلمساز به عنوان یک مهاجر ایرانی تبار می پردازد. فیلمی که تلویحاً به آزار و اذیت بهائیان ایران در پیش و پس از انقلاب 57 اشاره می کند. فقط خودمون هست که می تونیم این داستان را به دنیا بگیم. ما خودمون باید بریم جلو و باید بگیم. That's why من بر خودم خیلی مهمه که من executive producer این فیلم جونم هستم که میتونم به دنیا بگم ما ایرانی اینجوری هستیم. نه اون چیزایی که میخونی یا نشون میدن. ما آدمای لطیف و بی‌نظیری هستیم. علاوه بر فیلم جونم، 13 فیلم ایرانی دیگه هم به ترتیب در همین سالن تا تاریخ 13 ماه ژوئن اکران خواهند شد. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.